سرخط خبرها، آزمایش موشک بالستیک روسیه با شکست مواجه شد. رئیس واگنر ارتش روسیه را به خیانت متهم کرد. مدودف، روسیه با هر ابزاری از جمله سلاح هسته‌ای از خود دفاع می کند. بورل، مدرکی درباره ارسال سلاح چینی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین وجود ندارد. و قطع شدن برق ساختمان ریاست جمهوری اوکراین در حین سخنرانی. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی. به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. آزمایش موشک بالستیک روسیه با شکست مواجه شد. دو منبع به شبکه خبری CNN گفتند که روسیه در حالی که رئیس جمهوری آمریکا در حال ملاقات با همتای اوکراینی خود بود، موشک بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرده است. به گزارش دیلی میل، مقامات بر این باورند که اگر این آزمایش موشک سنگین سارمات که قادر به حمله کلاهک‌های هسته‌ای متعدد است، موفقیت آمیز می بود، روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود به آن اشاره کرده و آن را برجسته می‌کرد. رئیس واگنر ارتش روسیه را به خیانت متهم کرد. با تداوم جنگ روسیه و اوکراین، گویا تنش‌های میان گروه واگنر و ارتش روسیه به وجود آمده است. اما این در حالی است که کرملین هر گونه تنش و شکاف را میان واگنر و ارتش این کشور رد می‌کند. پریگوژین در یک پیام صوتی که توسط سرویس مطبوعاتیش منتشر شد گفت رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه و وزیر دفاع این کشور چپ و راست دستور می‌دهند که نه تنها به گروه واگنر مهمات ندهید، بلکه در انتقال هوایی هم به این گروه کمک نکنید. وی افزود مخالفت مستقیمی وجود دارد که چیزی جز تلاش برای تخریب واگنر نیست. این اقدام آنها برابر با خیانت است. وزارت دفاع روسیه بدون اشاره به اتهام زنی رئیس گروه واگنر، محدودیت‌ها در خصوص ارسال مهمات را رد کرد و گفت گزارش‌های مبنی بر کمبود تسلیحات کاملاً غلط هستند و به زودی تمامی درخواست‌ها در خصوص ارسال مهمات به واحدها و یگان‌ها محقق می‌شود. همچنین تلاش‌ها برای ایجاد شکاف میان یگان‌های روسیه غیر سازنده بوده و صرفاً به نفع دشمن است. مدودف، روسیه با هر ابزاری از جمله سلاح هسته‌ای از خود دفاع می‌کند. مدودف در کانال تلگرامی خود نوشت برای تمامی قدرت‌ها روشن است که اگر آمریکا بخواهد روسیه را شکست دهد، همگی به سمت یک جنگ با وسعت جهانی حرکت خواهیم کرد. در این صورت این حق را داریم که با هر سلاحی از جمله سلاح هسته‌ای از خودمان دفاع کنیم. مدودف یادآور شد که دیروز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نطق وضعیت کشور از طریق مشارکت مسکو در پیمان کاهش تسلیحات تهاجمی راهبردی موسوم به استارت نو خبر داد. به گفته مدودف این تصمیم خیلی وقت پیش باید گرفته میشد و وی پارسال به آن اشاره کرده است. بر اساس تحلیل او، تصمیم مذکور که به دلیل اعلام جنگ آمریکا و کشورهای ناتو علیه روسیه اتخاذ شده، به طور کلی جهان و به طور خاص واشنگتن را تحت شعاع قرار خواهد داد. ما در امور شما دخالت میکنیم و برای رژیم کیف حجم وسیع تسلیحات فراهم و در مسیر شکست روسیه همکاری و شما را محدود و ویران میکنیم. اما امنیت راهبردی بحث دیگری است و به فضای کلی روابط آمریکا روسیه مربوط نبوده و تقریبا شبیه به یک اصل مسلم و مقدس است. وی ادامه داد این نتیجه گیری بدتر از جنایت و اشتباه بزرگ آمریکا است و از توهم خود بزرگبینی و حس مسئولیتی که برای خود میپندارند نشأت گرفته است. مدودف با اشاره به اظهارات پوتین مبنی بر اینکه شکست روسیه در میدان نبرد غیر ممکن است، تاکید کرد که دقیقاً به همین دلیل است که فعلا پیمان استارت نو را معلق کرده و به مقامات آمریکایی که تماس خود با واقعیت را از دست دادند اجازه دادیم تا درباره دستاوردشان فکر کنند. بیایید منتظر باشیم و واکنش سایر قدرت‌های هسته‌ای ناتو از جمله فرانسه و انگلیس را ببینیم. در هنگام تهیه توافقات بین آمریکا و روسیه، قوای هسته‌ای راهبردی آنها معمولاً در فهرست کلاهک‌ها و ناوگان هسته‌ای قرار نمی‌گیرد، اما حالا وقت آن رسیده که چنین اتفاقی بیفتد. بورل، مدرکی درباره ارسال سلاح چینی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین وجود ندارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برخلاف ادعای وزیر امور خارجه آمریکا درباره تدارکات چین برای ارسال سلاح به روسیه گفت که در این زمینه مدرکی وجود ندارد. جوزپ بورل در گفتگو با خبرنگاران افزود که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با وان یی، مدیر دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجه چین، در این باره رایزنی کرده است. وی گفت ما یک گفتگوی صریح در مونیخ داشتیم و او بسیار روشن موضع چین را اعلام کرد. می توانم سخنان او را تکرار کنم. چین به کشورهای در حال جنگ سلاح نمی دهد.
به روسیه سلاح نمی‌دهد و نخواهد داد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد این همون چیزی است که او به من گفت و به وضوح تاکید کرد که این یک اصل سیاست خارجی چین است و اتفاقا از من پرسید چرا وقتی شما به اوکراین تسلیحات می‌دهید نگران ما هستید که شاید به روسیه سلاح ارسال کنیم و من مجبور شدم تفاوت این موضوع را توضیح دهم. وی افزود باید توضیح می‌دادم که در جریان جنگ اوکراین چه چیزی برای ما اروپایی‌ها در معرض خطر است. بروئل ادامه داد با این وجود ما باید هوشیار باشیم. اما تا آنجا که من می‌دانم هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد چین کاری را انجام داده است که آنها ادعا می‌کنند انجام نمی‌دهد. پیشتر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا چین را به تدارک تحویل سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین متهم کرد. چین این اتهام را رد کرد و با انتقاد شدید از آمریکا تصریح کرد این کشور باید از اشاعه اطلاعات نادرست دست بردارد. قطع شدن برق ساختمان ریاست جمهوری اوکراین در حین سخنرانی. جورجیا ملونی در حال صحبت درباره حمایت از اوکراین در نشست خبری مشترک با زلنسکی بود که برق ریاست جمهوری در کیف قطع شد. بعد از وصل شدن برق زلنسکی با لحنی طنزآمیز گفت که قطع برق کار روسیه بود. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.